درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. اگر کار جمهوری نکبت اسلامی امروز به این نقطه رسیده، باید گفت که یک شبه تابوی حکومت شیطانی در جامعه اکثریت مسلمان شکسته نشده، بلکه قصه دراز از اشتباهات پی در پی سیاسی و ایدئولوژیک داره. اما آغازین مهره این اشتباهات آنجا بود که روح الله خمینی و حکومتش نتونستن که انسانها رو در مقام انسان ببینن و انسانها رو به دو دسته مسلمان و غیر مسلمان تقسیم کردن و سپس مسلمانان رو به دو دسته شیعه و سنی تقسیم کردن و شیعیان رو در دو طبقه مرد و زن قرار دادن و پس از این شروع به جداسازی خودی و غیر خودی کردن. آنها هر بار که شروع به تقسیم جامعه کردن، گروه و دسته ای رو حذف کردن و حقوقشون رو نادیده گرفتن و اگر میتونستن که انسان رو به آن مقامی که هست ببینن، هیچگاه کار حکومت شیطانی در جامعه اکثریت سابقا مسلمان به اینجا نمی رسید و امروز سطح محبوبیت حکومت بی نظیره. حتی در افکار کودکان نیز جایی نداره و باید با یگان ویژه در مدارس ابتدایی اعلام موجودیت حکومت اسلامی کنه. امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترونه استاد دختر بچه ها رو مدیر مدرسه حرامزاده برداشته لخ کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره ها دارن میشونن، پلیس حرامزاده هم نمیذاره مردم برن. سلف مختلط دانشگاه حسرت دانشجویان نیست، اما دانشجویان مقابل این جداسازی ایستادن، زیرا میخوان انسان بر مقام انسان قرار بگیره و این الگوریتم تقسیم اجتماعی حکومت رو تهدید میکنه و حقیقتاً از انقلابی که علیه نظام شهروندی ایرانیان صورت گرفت، از این حکومت نامعقول بهتر زاده نمیشد. کاری که در دستور کار جمهوری اسلامی است برای حمایت از مظلومان در عالم، برای حمایت از مردم تحت ستم در عالم، برای حمایت از آزادی خواهان در عالم همواره به کار بگیریم. در همین رابطه یاسین به گوش خرخواندن آخوند رحمت الله بیگدلی درباره گریه کردن دلقک های سهمیه‌ای دانشگاه شریف. او نوشته درباره گریه 10 دانشجو بابت حضور دختران و پسران در سلف سرویس دانشگاه شریف، حضور انور این دانشجویان عزیز عرض می کنم که دو عکس پیوست رو ببینید. هر سال میلیون ها زن و مرد به صورت مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین رو به جا میارن و بعضن در کنار هم می خوابن. آیا تذکری به خدا ندارید؟ شما خوب می دونید به عنوان اصحاب رسانه که امروز جنگ روایت هاست. جنگ روایت هاست. چه کسی روایت بکنه و چگونه روایت بشه؟ از یک حادثه یه خبرگزاری یه جور روایت میکنه، خبرگزاری دیگه جور دیگه روایت میکنه. یه حادثه است و گاهی نه دو جور، گاهی 20 روایت وجود داره از یک حادثه. کدوم روایت درسته؟ و اینجا اون نکته که باید رفت سراغ حقایق و واقعیت ها. پس امروز جنگ روایت هاست. از حوادث هر کسی یک روایتی میکنه. سوشا مکانی، مشروطه‌خواه و دروازه‌بان سابق تیم ملی و پرسپولیس، یا به قول دوستان دروازه‌بانی که این روزها دروازه‌بان ایرانیانه، از اهمیت نظام پادشاهی میگه و افتخارمون داشتن چنین دروازه‌بان ایرانبانیه. اهورامزدا نگهدارت باشه. عزیزان همدیگر رو آگاه کنید. من در نروژ زندگی میکنم. نروژ از نظر رفاه اجتماعی با یه سرچ خیلی ساده میتونید متوجه بشین که در چه جایگاهی قرار داره. کشور نروژ و سوئد کشورهای پادشاهی هستن. مردم این کشورها اجازه نمیدن که جایگاه پادشاه ذره‌ای تزلزل پیدا کنه. اینا از این میترسن. همدیگر رو آگاه کنید. اجازه ندید هر کسی از راه رسید به جایگاه پادشاه یک کشور، به پرچم یک کشور، به خانواده سلطنتی کوچکترین اهانتی بکنه. ما آگاهیم و همدیگر رو آگاه میکنیم.
نه به عنوان لیدر، نه به عنوان چیزهایی که شما اسم ما رو میذارید. ما فقط یک شهروند ساده ایم، اما هممون میدونیم که شما چه جنایتکارایی هستید و تمام تلاشمون رو میکنیم که کل دنیا بدونن. از ظلمتون میگیم. من خودم فردا مصاحبه با تلویزیون بین المللی نروژ دارم و تمام تلاشمو میکنم که چهره واقعی شما رو به کل دنیا نشون بدم. نه تنها من، همه و همه خارج از ایران، داخل ایران، هدفمون یکیه. اجازه نمیدیم شما ذهنهای مردم رو به سمت و سوی چیزهای بی ارزش ببرید. ما آگاهیم، ما پیروز میشیم. احمد شاملو در خاطرات خودش نوشته که پس از انقلاب 57 بنا به آشنایی که با ژال پور سارتر فیلسوف نامدار فرانسوی داشته و سرمست از سرنگونی رژیم گذشته، نامه‌ای به او نوشته و در انتهای نامه گفته که جناب سارتر، شما از بابت پیروزی انقلاب به ما تبریک نگفتید. اما سارتر جوابی شگفت انگیز داده. او نوشته: دوست خوبم، شما چگونه قیامی که رهبران آن روحانی و نتیجش حاکمیت حکومت مذهبی گردیده رو انقلاب می نامید؟ مگر نه اینکه انقلاب دگرگونی روبه جلوست. شما برگشت به قهقرا کردید. این انقلاب نیست. و سارتر ادامه داده که شما در آینده ناچار و مجبور به انقلاب واقعی خواهید بود و آن رخدادی چون رنسانس اروپاست، یعنی به زیر کشیدن مذهب از اریکه قدرت که متاسفانه هیچ زبانی جز انقلاب آن را چاره ساز نیست. Ordusu bilmem Azerbaycan ordusuna bile bile değilsen, övürsen Allah sonunu hayır eylesin. He, Allah hepimizin sonunu hayır eylesin. Sen bu ayetten bunu mu anladın? Milleti yolundan çıkadan bütün gençlik sokaklarda şu anda. حمله لفظی سنگین و بی سابقه رهبر شیعیان ترکیه صلاح الدین به رژیم ایران. او میگه اسلام رو نابود کردید. دنیا از فساد شما میگه. توف به بهشتی که وعده میدید. ما بهشت خدا رو میخواییم، نه بهشت ملای فاسد رو. میگه خامنه ای حیا کن، خاورمیانه رو رها کن. این ویدیو به زبان ترکی است. اسلاما ölüm yağdırıyor. Ülkenin rehberine, liderine, evladına ölüm yağdırıyor. Olan gettiğin durum bu. Öz canının önünde durup sen oradan buraya Türkiye. Siz saptırdınız. Aha ortada. Çürüttünüz İslam'ı. Bütün şirketleri soyup boşalttılar mı? Bankaları soyup boşalttılar mı? Kim atamıştı bu müdürleri? Yetmedi. Daha yeni birkaç ay oldu. Meşhedi İmam Rıza'yı soydular. Oradaki müdürler. İmam Rıza'yı trilyonlarını vurup gitti. Çürüyüpsünüz lan. Oradan buraya bana ders verecek. Haddini bil, otur. Kes sesini, otur yerine. Utanın ya da şu anda dünya kilitlenip sizin rezaletinize. Sen bu Allah Allah da bana haber göndereceksin. Peki milletin vicdanı ammesine soruyorum. Allah için, Allah için siz Ali'nin canı. Yüreğinizde nasıl gelir öyle karar verin. Türk ordusunu, Azerbaycan ordusunu kötülemek midir takva? Yoksa yanındayım, ben de senin bin neferinim demek midir? Cennet sizin ya, siz vatanınıza, devletinize, ordunuza düşman olmasanız cenneti vermeyiz size. Tüküreyim senin cennetine, gördüm cennetini sen. Kendisini kurtarıp bir de bizi lütfedecek, günahımızı çıkartacak, biz devletimize, vatanımıza, ordumuza düşman olacağız, hain olacağız, lütfedip bize de cennet verecek. Biz Allah'ın cennetini istiyoruz. Yobaz mı Allah? Senin cennetin senin olsun. دشمن ما جمهوری نکبت اسلامی فهمیده که نفرت عمومی رو به گسترشه و حاکمیتی که سالها اراده مردم رو در اراده یک فرد حل کرد، اکنون داره با تمام بت‌های مقدسش فرو می‌ریزه و در جای جای این سرزمین گروه‌های مختلف که سالها تحت فشار بودن با ندای زن زندگی آزادی به خیابان آمدن. اونا هیچی نداشتن جز دست ها و صداهاشون و باید بدونیم که از این به بعد در جواب عجل و نظام الله اکبر نیست، مهسا امینیه. ما در ایران یک اسم رمز داریم برای نابودی جمهوری شیطانی
و آن مهسا امینیه. دیگه ما تصمیم گرفتیم که ایران و ایرانی رو از بند ضحاک نجات بدیم و جانمون فدای هموطن ایرانی. از این به بعد مال و جان و خونمون رو برای هموطنانمون میدیم و در مقابل دشمن با چنگ و دندان میجنگیم. چون انقلاب توی تلویزیون نیست، تو کتاب نیست، زیر پوست شهره و هر خانومی که تصمیم بگیره بدون اون لچک راه بره یعنی انقلاب زنده است. هر کارگری که تلاش کنه برای اعتصاب یعنی انقلاب زنده است و هر دیوار نویسی و شعار شبانه ثابت میکنه که انقلاب زنده است و زیر پوست شهر جریان داره. جان کلام این که بیطرفی بیشرفیه. زندگی آزادی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.